بچه سلام، صدامو دارین؟ سلام 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 خیلی سلام. خب عرضم به حضور شما که امروز میخوایم مبحث ترکیب توابر شروع کنیم، مال دوازدهمه. بعد ببینیم که به کجا میرسیم. بعد اصل داستان اینه که آقا ما اینجا، من میخوام حالا چون یکم تابع کلن داستان زیاد داره، من میخوام این جلسه ترکیب توابر رو بریم جلوی چند هفته ای. میخوام تابع دوازدهم رو موازی بگم. حالا اون دوستانی که در واقع دوست دارن توی غیر از بچه کلاس آنلاین که حالا هستن، توی کلاس سالیانه که با ما هستن، اینجا هم من میگم. حالا وقتی باز رسیدیم اونجا تو بحث ترکیب توابر، اونجا جلو هم دیگه حالا عیب نداره، چون بعضی از بچه ها میخوان به آزمون ها برسن و اینا. این جزوه شما الان ندارین، جزوهشو ندارین. اگه دقت بکنید جزوهش هنوز طراحی هم نشده، در حال تایپ. من فقط به خاطر این که ما کلاس سالیانه پنجشنبه که از صفر شروع شده که اون که هیچ، کلاس روز سه شنبه رو من گفتم میخوام چیزای خاص رو درس بدم، اون چیزایی که مهمه. نه بقیه الان تابع هم آماده شده، تابع تا چند روزی که آماده شد کامل همه اینا در اختیارتون قرار میگیره. اینا در حال طراحی و ایناست، در اختیارتون قرار میگیره، نگران جزوه نباشید. خب نکن، من اولین الان از بحث دوازدهم مبحثی رو که میخوام شروع بکنم، بحث در واقع ترکیب توابع. من یه داستانی از ترکیب توابع بهتون بگم که اصلا ترکیب توابع چی هست، بچه‌ها سالیانه دقت بکنن. من تو کلاس خودتون هم کلاس از چیز دیگه آیه ولی الله کلا خود ترکیب توابع رو درس میدم، به مباحث پایه توی کلاس پنجشنبه ها اونجا تدریس میشه، اینجا در واقع دوازدهم. خب اینجا دقت بکن آقا، ما بچه‌ای که یازدهم بودن دقت بکنن، ما پارسا اینا رو داشتیم. مثلا میگفتیم دو تا تاور رو با هم میتونیم جمع بکنیم، یا میتونیم اصلا کم بکنیم، یا میتونیم در هم ضرب بکنیم، یا میتونیم بر هم تقسیم بکنیم. بعد وقتی این کارا رو، بله بچه‌های سالیانه میتونن، بله باشن، اتفاقا باشن که باز بعدن میخوان برن آزمون بدن و فلان و از این جور داستان ها، اونجا راحت تر میرسن، چون حالا بس آنلاینه. نه تو جزوه نیست، تو جزوهتون نداره، یعنی تاور هم بهتون ندادم، اینو تاوری که بدن داخلش هست. حالا اسکرین شات بگیرین، چیز بگیرین، فیلمم ضبط بکنید بعد داشته باشین. حالا من با آقای صالحی گفتم فیلمو ضبط بکن، تو تلگرام در اختیار من قرار بدن که باز بهتون بدم که کلاس در واقع ضبط بشه. ولی توی سایت این فیلم بارگذاری نمیشه، فقط تو تلگرام بهتون بچه‌ای که با ما هستن میدم حتما. اینجا رو دقت بکن، ما پارسا اینا رو داشتیم، یعنی میگفتیم دو تا تاور رو با هم جمع میکنیم، یا از هم کم میکنیم، یا در هم ضرب میکنیم، یا بر هم تقسیم میکنیم. بعد اینجا چند تا موضوع مطرح میشد. خب این که ضابطه تابع جدید چی میشه، ضابطه چی میشه، بعد دامنه چی میشه، بعد برد چی میشه، بعد نمیدونم نمودار چی میشه. اینا رو نمیدونم یادتون هست یا نه، اینا رو توی سال 11 هم خوندید و خیلی هم ساده است. حالا بچه‌هایی که نمیدونم یادتون، حالا آنلاین چون بوده دیگه نمیدونم یادتون هست یا نه. حالا میخوایم ببینیم که ترکیب توابع چیه، از چه جنسی. الان ترکیب توابع میخوایم ببینیم داستان ترکیب توابع چه چیزی هست. اینجا رو دقت بکنید، تابع ترکیب توابع اینه، میخوایم با هم ترکیب بکنیم. اینجا میگه آقا f g x یعنی چی؟ یعنی تابع جی ایکس، تابع جی ایکس میره داخل اف، ترکیب شده. ما چند تا عرضم به حضور شما چیز داریم، ترکیب توابع داریم. اینجا نکن اف جی ایکس، یا برعکس جی اف ایکس، یعنی اف ایکس با جی ترکیب میشه، یا اف ایکس یعنی اینکه اف میره تو اف، یا جی جی ایکس یعنی جی میره تو جی. الان عیب نداره، اوکی میشه خامه ترکمنچه، الان نگاه نباشید اوکی میکنه. خب هنوز بچه هایی که تازه اومدن دوازده اونا هم بلد نیستن، من هیچ کنم از شاید از کل این افرادی که اینجا هستن یک نفر شاید یا دو نفر اینو بلد باشن. الان اصلا نگاه نباش، اینا الان چرت و پرت، اینا هیچ خاصی نداره. الان یه روش بهت یاد میدم که اینا اصلا لازم نباشه
خیلی ازش استفاده کنی. باز اینو یک مدلی هم نشون میدن. یا کن؟ نه نگه نباشین. یا میگه FOG. آقای بامری رشته چیه؟ میگه FOG ترجمه. نگه آره این به نفته، بذار چون توی کلاس سالیمان هستی دیگه، درسته؟ آقای اینو باید یاد بگیری، نگه نباشین. خب FOG یا میگیم چی؟ GOFX یا میگیم GOGX. اینا همه اینا یه ترکیب توابع. اصلا اینا فرض میکنید حالا هیچی نفهمیدی دیگه، چرش میدم آقای حامد دقت کن تا اینجا نفهمید هیچ چی اب نداره. آقا من یک چیز میخوام بگم، کل همه این داستان ها FOG GOF FOF هر چیزی که الان اینجا دارم میگم، یک کلمه میخوام راجع به این صحبت بکنم. خب بریم اینجا، بریم اینجا. خب من نگاه کن، دو مدل بهت میگم اینو یاد بگیر. مثلا میگه FOGX یا میگه FGX. خب اینجا دقت کن چی میشه. من میخوام ماشین اینو رسم کنم. ماشین رو نگاه کن، X میره، این یعنی X میره داخل G. ببین ماشینش میره X داخل G از سمت راست. نگاه X رفته داخل G، اینجا دقت بکنید بچه‌ها، اینجا X رفته داخل G، باز G میره داخل F، باز G میره داخل F، این خروجی میشه Y. اول ماشینش یاد بگیریم. FOGX یعنی X میره داخل G، G میره داخل F. یا همینجا او اون وسط او یعنی ترکیب شدن. یعنی وقتی میگه الان بچه‌ها، وقتی به شما میگه F به علاوه G یعنی با هم چیکار میکنید؟ جمع میکنید. اینجا علامت او اف او جی رو که وقتی دین اف با او، وقتی میگه اف او جی یعنی که با هم ترکیب کن. یه سره ترکیب کن. الان اوکی شد؟ آره من میخوام یاد بدم. آره هنوز هیچ چی نگفتم. الان همینو میخوام یاد بگیری. الان چیزی که الان میخوام یاد بگیری اینه، یعنی وقتی همچین چیزی دیدید اف او جی ایکس یعنی که ایکس میره داخل جی، G هم میره داخل F. حالا این پایینی هم همین جوریه. نگاه کن باز اینم همینه. X میره تو G از سمت راست، G میره تو F. اینم اگه رسمش کنم اینجوری میره. X میره داخل G، G هم میره داخل F، این میشه Y. تا اینجا اوکی؟ X میره داخل G. همینم الان همینو میخوام یاد داشته باشی. همینو فعلا اگه میخوای بنویسی بنویس، اگه میخوای چیز من چیز خاصی هم نداره، یه اسکرین شات بگیر بذاریم چند تا مثال حل بکنیم، چند تا مثال الان حل بکنیم اوکی میشه. مثال حل بکنیم، خیلی داستان داره ها. میخوام الان فعلا یک ماه فقط ترکیب توابع بگم با یک در واقع آرامش خاص. عجله نداریم، هیچ عجله ای نداریم. بچه‌ای که 11 ها من یاد بگیرم، بچه‌ای که نه الان بهت میگم چی میشه خامه ترکمنچه، اصلا نگران نباش، هیچ نه اینو فعلا همین یاد داشته باش. الان فعلا این. خب بذار من برم مثال حل بکنم. خب اینجا نگاه کن، میگه اف او، میگه اف اینه، جی سه منهای یک، حاصل این چی میشه؟ اف او اف صفر، اف او اف صفر. حالا اینجا نگاه کن، اف او اف صفر یعنی چی؟ آره آره ببین، همه ببینن دقت کن. حالا اینجا نگاه کن، من اینو نگاه از سمت، از اینجا شروع میکنم، صفر میره داخل F، باز F میره داخل F. نگاه کن صفر میره داخل F، باز این میره داخل F، این میشه خروجی Y. بچه تا اینجا اوکی یا نه؟ بله این میشه دوازدهم. بعضی از نه این تو معادل نامعادل نیست، فقط دقت بکنید. آقا سوال نپرسید، ترکیب توابع مال بچه ریاضی 11 هم و بچه 12 هم تجربی و بچه هایی که قوی هستن و میخوان از الان کنکور قبول بشن، تمام دیگه سوال نپرسید. مال 10 هم، مال 11 هم، هرچی، تمام شد دیگه سوال نپرسید. خب آقا الان من این رو کشیدم، یاد گرفتی یا نه؟ F O F 0 تا اینجا اوکی؟ تا اینجا اوکی یا نه؟ خیلی خوب. حالا نگاه کن بچه ها، صفر بره داخل F، خروجی F چند میشه؟ یعنی من الان اینجا به جای X بذارم صفر،
به جای x بذارم صفر، دو صفر تا صفر تا به علاوه یک میشه یک، میشه رادیکال یک میشه یک. پس اینا صفر میره تو f خروجیش میشه یک، صفر میره تو f خروجی یک میشه. باز نیا کن اینجا دقت کن، باز یک داره میره تو f، یک بره تو f چند در میاد؟ بگید دیگه، رادیکال سه. آفرین، این میشه رادیکال سه. یک بره تو f چند در میاد؟ رادیکال سه. الان پس این بالایی میشه چند؟ میشه رادیکال سه. خب اینا هست، الان داره عدد میده، ولی اینجا اتفاقا ترکیب تابع جای جز جاییه که فقط باید عدد بدی. اول چرا یک در اومد؟ نیا کن من اگر توی f تابع f کدومه؟ اینه، به جای xش صفر بذارم چی میشه؟ میشه رادیکال یک. خب تا اینجا قبول کن. بچه ها اینقدر خنگ نباشید، نیا کنید، نیا کن اینجا دقت کن، نه ضرب نشده. بچه ها این یه لحظه چیز بکنید، چت رو ببندید، من یک لحظه، نه بزنید باز باشه، الان میگم، یک دقت بکنید، نه بند بذارشون بذار باشه. آقا نیا کن یه بار دیگه، خیلی خنگین، یعنی واقعا خنگین، یعنی خدا شما رو که میخواسته درست کنه گل کم آورده یک مقداری چیزی. نیا کن آقا خیلی ساده است، واقعا ساده است، آره به خدا. اینجا نیا کن آقا اف او اف صفر میاد لام از سب، اف صفر رو به دست بیار، به جای ایکس بذار صفر دیگه میشه یک، میگه یک از کجا در اومد؟ از مرگ در اومد، آه صفر گذاشتم. تا اینجا قبوله؟ خوربون خدا برم من. خب حالا نیا کن یک میخواد بره تو اف، توی اف به جای ایکسش بذار یک، این ورودیه، ورودی f یکه دیگه، درسته؟ خب بذارم چند میشه؟ میشه رادیکال سه. باز الان میگه دوباره توضیح بده، تا اینجا قبول یا نه؟ خب بریم بعدی. حالا این پایینی میگه، اینو دقت کن، میگه جی او اف 4 یعنی چی؟ یعنی 4 اول، یعنی 4 اول بره داخل f، 4 اول بره داخل f، بعد هر چی ازش در اومد بره داخل g. اول 4 بره تو f، هر چی از f در اومد بره تو g. اوکی؟ مثلا نیا کن تو میخوای چیز درست کنی، سخته همشه های بامیر، حالا یکم بیم جزوه هیچ چیزای خوشگلی میشه. مثلا میخوای چشم، نمیدونم چی میخوای درست کنی، یک چیز میخوای درست کنی، مثلا یک مثال بزنید، مثلا آجر، آجر هم بلد نیستی، اصلا شما تخم مرغ هم نمیتونی درست کنی، چرا آجر؟ من چه چیزی گفتم؟ یک چیز بگید میخواین درست کنی. خب نه، مثلا میخوای آجر درست کنی، آجر گل رو برمیداری، یک سری گل چیه؟ چیه درست میخواه؟ پیتزا که اصلا عمرن، اگر نه. همون تخم مرغ، همون تخم مرغ. آقا نه کن چند مرحله داره، تخم مرغ اول میشکنی، هر چی از توش درمد میزی تو قابلمه. خب حالا اینجا نه کن 4 میره داخل F، 4 میره داخل F، یعنی داخل f به جای x بذار 4، 2 4 تا 8 تا به علاوه 1 میشه چند؟ 9. رادیکال 9 میشه چند؟ میشه 3. پس اگه 4 بره تو f 3 در میاد. خب حالا با 3 میخواد بره تو g، بچه خودش گفته g 3 چنده؟ منهای 1. یعنی اگر 3 بره تو g چند در میاد؟ منهای 1. پس بالا شد رادیکال 3، پایین شد منهای 1. رادیکال 3 تقسیم بر منهای 1 میشه منهای را، میشه منهای را دیگه، میشه گزینه است. همین چرت از خصوصی در بیاریم ببینیم مشکلش حل میشه. تا اینجا اوکی بچه یا نه؟ آقا حالا بریم بعدی، بعدی رو حساب بکنید. مثلا بعدی اینو اسکرین شات بگیرید، اینو اسکرین شات بگیرید. من خانم کاشوی چیز گفتم، گفتم اینو پاک کنم بیام، پاک بکنید که اسکرین شات بگیرید. بعدی رو حل بکنید ببینم چه میکنید، بعدی رو حل می‌کنیم چیکار می‌کنید. خب رو اینجا الان باز میشه یکم، خب آیه سجاد دیگه عدد خودش داده دیگه، گفته اف او جی رادیکال 2، اف او جی ماشین اینو بساز، ما به میگی ماشین، ماشینشو بساز، الان داره کم کم داره راه میفته، ماشین اینو بساز.
نه نیاز به پای نداره. خب اینجا نگاه کن، رادیکال دو میره داخل جی، جی میره داخل اف. نگاه کن رادیکال دو، ماشینشو بساز، رادیکال دو میره داخل جی، جی هم میره داخل اف، خروجی اینو میخواد. خب بچه ها رادیکال دو بره تو جی یعنی چی؟ یعنی جی رادیکال دو رو حساب کن، یعنی اینجا توی این جی تابع جی به جای ایکس بذار رادیکال دو. من اگه به جای ایکس بذارم رادیکال دو، یعنی من جی رادیکال دو رو میخوام، جی رادیکال دو، جی رادیکال دو، یعنی به جای ایکس بذار رادیکال دو، اینجا میشه رادیکال دو، اینجا میشه یک روی رادیکال منهای رادیکال دو. خب اینو من باید گویا کنم، همینجور که خیلی مزخرفه دیگه، اگه دقت بکنی مزخرفه. من اینو گویا بکنم در یک یک به علاوه رادیکال دو ضرب کنم، صورتم در یک یک به علاوه رادیکال دو ضرب بکنم، پایین میشه یک منهای دو، بالا هم میشه رادیکال دو به علاوه دو. نگاه کن این رادیکال دو در یک ضرب بشه میشه رادیکال دو، در رادیکال دو هم ضرب بشه از میاد بیرون، کلا این میشه، میشه منهای دو منهای رادیکال دو. تا اینجا قبول داری؟ این که اصلا ربطی به اینجا، اگه اینو بلد نیستی یعنی نهم هم نیستی، این اگه بلد نیستی گویا کردن اینو بلد نیستی نهم هم نیستی. خب حالا یک مدل دیگه هم میشه اینو ساده کرده، حالا اگر این قسمت رو اینجوری بلد نیستین، حالا من بهتون یاد میدم که چیکار بکنید. خب منهای دو اگه گویا هم نتونستی بکنی اب نداره، تقریبا هم میشه حساب بکنی. خب حالا اینجا نیا کن بچه ها، پس من نیا کن وقتی که رادیکال دو رفت داخل جی، چیزی که به من داد اینه، دو منهای رادیکال دو، منهای دو منهای رادیکال دو. حالا باز نیا کن، منهای دو رادیکال دو میره داخل اف، اف چیه؟ براکت ایکس، میره داخل براکت ایکس. خب اینجا نیا کن، الان منهای اینجا میشه، یعنی تو بعد خروجی اینو حساب بکنی، به جای ایکسش بذاری منهای دو رادیکال دو، براکت منهای دو منهای رادیکال دو میشه چند بچه؟ الان میگم محمدی چی میشه، نگاه کن رادیکال دو میشه تقریبا یک و خورده، یک ممیز چار، این میشه تقریبا منهای سه ممیز چار، براکت منهای سه ممیز چار میشه منهای سه. الان میگم بچه هایی که براکت نخوندن یعنی چی؟ تا اینجا قبوله بچه ها؟ آقا کسایی که براکت نخوندید اینه منظوره. خب اینجا نگاه کن، منظور براکت اینه، براکت اونایی که براکت نخوندن، براکت اعداد اعشاری رو برای سمت چپ، مثلا نگاه کن دو و نیم، عدد سمت صحیح سمت چپ دو و نیم میشه چند؟ میشه دو. مثلا منهای دو و نیم، عدد صحیح سمت چپ منهای دو و نیم میشه منهای سه. مثلا نیم، عدد صحیح سمت چپ سه میشه نیم. تا اینجا اوکی؟ حالا اینجا الان میشه منهای 3 و 4 دهم دیگه، سمت چپ منهای 3 و 4 دهم میشه منهای 4، میشه گزینه 1، میشه همون جزء صحیح، براکت یا جزء صحیح. بله جزء رو میدم، تو همین یکی دو هفته بهتون میدم، قبل از اینکه معادله نهاد تمام بشه بهتون میدم. اوکی شو بچه، این حالا چون یکم رادیکال مادیکال داشت و اینا یکم سخت‌تر بود، حالا شاید بچه‌ای که یکم ضعیف‌ترن یکم مشکل داشته باشن. حالا بریم سوال بعدی، ببینم سوال بعدی چیه. خب اینم از این ساده ترم داریم، اینا یکم داره سخت میشه بچه ها. قبلی اوکی شد؟ اینجا نکن، من یه مثالم اینجا بزنم که مطمئن بشم بلدیم. اینجا نکن مثلا اف ایکس باشه دو ایکس، جی ایکس باشه ایکس دو. خب اف او جی سه رو حساب بکنید، همه حساب بکنن، این من ساده دادم، اف ایکس میشه 2x، جی ایکس میشه ایکس 2، اف او جی ایکس رو حساب بکنید، سریع همه حساب بکنن، اف او جی 3. الان میخوام یکم با چیز آشنا بشین، دستمون را بیفته. نیا کن 3 میره، ماشینشو بساز، آقا ماشینو بساز، 3 میره تو جی، جی میره تو اف. نیا کن 3 میره داخل جی و جی میره داخل اف، این میشه خروجی. خب بچه ها سه بره تو جی چند در میاد؟ 9 در میاد. 9 بره تو اف یعنی به جای ایکس بذار 9، دو 9 تا 18 تا. نگاه کن سه بره تو جی به توان 2 میرسونه میشه 9،
9 بره تو اف ضرب در 2 میشه 18. حالا بعدی، حالا بیا جی او اف 3 رو بساز. جی او اف 3 سری بگین. جی او اف 3 میشه، نکن 3 میره تو اف، اف میره تو جی، 3 بره تو اف چند در میاد؟ 6 در میاد، چون ضرب در 2 میشه. نکن این چی کار میکنه بچه ها؟ هر ورودی که بهش برسه دو برابر میکنه، 2 در میاد. حالا 6 بره تو جی به توان 2 میشه، میشه چند؟ 36. درسته؟ خب حالا میام بعدی. حالا این پیام، متن پیام آقای سلطانیه. خب حالا اف او اف درست گفتم یا نه؟ مهمان، کار برای مهمان. اف او اف، اف او اف 3، اف او اف 3. حالا نگاه کن 3 میره تو اف، باز دوباره اف میره تو اف. خب 3 بره تو اف چند در میاد؟ 6 در میاد. باز دوباره 6 بره تو اف، 2 6 تا 12 تا. درسته تا اینجا؟ خب مهمان کیه؟ خودتو معرفی نمیکنه. تا اینجا قبول یا نه؟ حالا جی او جیه؟ بذار اینو پاک، اینو میخوای اسکرین شات بگی که من پاک بکنم؟ پاک بکنم؟ یکم میخوام با، چون هنوز ندیدین اینا، یکم میخوام با چیزا آشنا بشید. خب من پاک بکنم جی او جی 3. حالا جی او جی 3 هنوز امشب داستان داریم ها، یعنی اصلا شما هنوز چیزی نیست. جی او جی 3، جی او جی 3 یا 3 میره اینجوری بگو، 3 میره، حالا 3 میره تو جی، جی میره تو جی چند؟ حالا بگین 3 بره، اینو حل بکنی سریع. 3 بره تو جی چند در میاد؟ 9 در میاد. 9 بره تو جی چند در میاد؟ 81 میشه. دیگه امیدوارم که فهمیده باشید. الان فهمیده شد چی شد تا اینجا؟ اوکیه نه؟ چاکر استاد مصری. خب تا اینجا اوکیه؟ خیلی خوب. حالا بیم قسمت بعد. آقا ما الان با ادبیات در واقع ترکیب تعاقب آشنا شدیم، حالا بریم سراغ قسمت ادامه ماجرا. بریم اینجا. حالا نیا کن، ما از همیشه، نیا کن همیشه اینجا اینو میدادن به ما، میگفتن، یعنی ورودی رو میداد. ببین اینجا اگه دقت بکنیم، من توی همین سوال، من اینا رو پاک بکنم، اینا رو من پاک بکنم، اینا رو پاک بکنم. خب همیشه بچه ها ببین، ما ورودی رو به ما میداد، یعنی میگفت ورودی 3ه، میگفت ورودی 3ه، خروجی رو از ما میخواست. حالا یک مدل سوال هست، خروجی رو به ما میده، ورودی رو میخواد. خروجی این حالا ورودی چی بوده؟ خروجی رو میده، ورودی رو میخواد. اینجا چی کار کنیم؟ برعکس میریم. آره حالا اینجا نگاه کن، برعکس میریم. بیا اول مثال رو حل بکنیم. اولی مثال گفته اگر اینو من ماشینشو درست بکشم، اینجا افتاده، اینجا یک ماشین، اینجا هم یک ماشین. خب بذار من اینجا بنویسم بهتره. اینجا ورودی میره داخل، من اینجا بره داخل این x2 منهای 8، بعد میره داخل این رادیکال 3x به علاوه 1، بعد این خروجی، خروجی چند شده؟ 1/2. خودش گفته، آقا گفته خروجی 1/2 ورودی چند میشه؟ آره همه چیزهای سری، همه چیز، همه رو کار میکنی سب بده، یعنی هر چیزی نمودار میدم، دو تا نمودار میدم، میگم چی میشه، هر چی بخوای، هر چیزی که بخوای. یه دقت کن، یعنی من هر چیزی که در این عالم در مورد ترکیب توابع چه اون سر دنیا بخوان بپرسن و چه این سر دنیا بخوان بپرسن، من بهت میگم. آقا اینجا رو کن، اینو من یکم مرتبتر و خوشگلتر بنویسم، فقط دقت کن چه جوری. حالا الان راه میفتی، یکم اینجا بدقلق شاید باشد، 3x به علاوه 1. خب آقا نگاه کن، اصلا نمیخواد بچه ها، اینجا نمیخواد در
ترکیب توابع اصلا و ابدا حق این که معادله حل بکنی یا هر کار دیگه ای بکنی اصلا نداری. بچه ها باید نگاه کنی، نگاه تو به من بده. آقا خروجی این لامصب شده یک دوم، باید به جای ایکس چند بذارم؟ یکم نگاه بکن به جای ایکس چند بذارم. اصلا به این بقیه تابع کار نداشته، فقط همین جایی رو در نظر بگیری که تو قهوه‌ای میکنی. آفرین، دمت گرم، دمت گرم. نه درسته قهوه‌ای کردم ولی تو چستیش، یعنی الان من اینجا پس میشورم. خب یعنی الان اینجا اگه من به جای ایکس یک بذارم خروجی میشه یک دوم. به جای ایکس یک بذارم بالا میشه یک، پایین میشه رادیکال چا میشه یک دوم. تا اینجا اوکی؟ برعکس میایم. کجاشو نفهمیدی سبا؟ نگاه کن، مگه خروجی این یک دوم نشده؟ حالا به جای ایکس چی بذارم؟ به جای ایکس بگو، به جای ایکس چی بذارم بشه یک دوم؟ به جای ایکس یک بذارم بالا میشه یک، پایین میشه 4، پایین هم میشه 4 که رادیکال 4 میشه 2. الان فهمید شد؟ خانم سوا فهمید شد یا نه؟ خانم سوا من منتظر جواب شما هم. خب حالا به قسمت بعد. حالا بچه ها خروجی این شده یک، ورودیشو چی بذارم؟ ورودی رو چی بذارم که به توان دو ازش بشه 8 هم که 3 یا 3 یا منفی 3. منفی 3 تو گزیناست، تموم شد رفت. حالا انشالله 12 هم که شدی رفتی مدرسه برای حل اینا یک صفحه حل کردی، بعد اون موقع میفهمی که طاهری چی گفته. الان نمیفهمی چون اصلا نیدی اینا رو، چون الان وقتی بری کتاب 12 هم من اینجا نیاوردم، بری که اصلا ترکیب توابع دیگه راسته کار تعلیمی ها، یعنی دیگه فصل اول. خب اینجا دقت کن، برید نگاه بکنید میبینید که چه چیزه. اوه اوه اوه، یکم بذار بریم ساده تراش. خب بیا اینجا، اون هنوز یکم هنوز زود بود، یکم زوده. خب اینجا آقا، اینجا گفته اگر خروجی، همه حل کنید حلش بکنید سریع. آقا من الان از صفر درس میدم دیگه، من اینجا میگم من فرض کردم شما نهمید، من نهمید، حل کن، حلش کن، حلش کن ببینم چه میکنی. من تا موقع اینا رو پاک کنم جواب میخوام. آقا الان اگه ببعی بود جواب من گفته بود، گفته خروجی سه هشتمه. بگید دیگه ای بابا، گزینه یک، گزینه یک، گزینه یک، گزینه یک، بگید دیگه ای میشه 44 44. اوکی خیلی خوب. آقا میگه سه هشتم، من میذارم سه هشتم، میذارم سه هشتم. خب اینجا به من بگید، همه بگن به جای این، به جای ایکسش چند بذارم که خروجیش بشه سه هشتم؟ بگو چند؟ دو از کجا اومد؟ 4 4. من بعد ورودی من چند باشه؟ 4 باشه. 4 باشه بالا میشه 3، پایین میشه 8 میشه. خب حالا اینجا نکن، ورودی این شده 4، حالا خروجی این شده 4، یعنی نکن 6 منهای 2 شده 4. حالا گزینه ها رو بگو، یا اصلا یک معادله درجه 1 دیگه، یعنی 6 منهای 2 شده 4، ایکس باید چند باشه؟ این 2 میره و میشه 6 تقسیم بر 3 هم بشه میشه 2، میشه 2، چه گزینه 1. آره ذهنی هم میشد، چون آره اولین باره یکم عرضم بزرگ شما داستان داریم. خب این از این، تا اینجا اوکی؟ اسکرین بگیریم بریم بعدی، بریم بعدی ببینیم چیه. خب بریم بعدی. اوف اوف چه چیزی، اوف اوف چه چیزی. اینجا نبود بلای حامد، حتی الان نه، امتحان نهایی رو همون آخر، یک ماه مونده به آخر. آره بذارین اسکرین بگیر، اون یک ماه مونده به آخر. اصلا یا کلا من اگه بخوام تشریحی درس بدم، یعنی خود امتحان نهایی رو درس بدم، کل ریاضی تجربی 12 همش تقریبا
12 ساعت طول میکشه، کمتر 10 ساعت طول میشه کامل اگه بخوام بدم، و حسابام میشه 6 ساعت 5 6 ساعت کلشو درس میدم. خب ببین بعدی، اما اصلا تشریح رو ولش کن، آقا بیا ماشین بساز، اینا رو ولش کن، این چرت و پرت رو ولش کن، ماشین رو بساز، ماشین بساز. ماشین چی میگه بچه‌ها؟ اینجا میگه آقا یک آی رفته تو اف، اف رفته تو جی. پس من میگم یک آی رفته تو اف، اف هم رفته تو جی، خروجی هم خودش گفته 5. ماشین رو بساز، تمام. خروجی جی 5ه، خروجی جی 5ه، ورودیش باید چند باشه بچه ها؟ اینجا سایه، اینجا کجا وایمون 5ه برای برای جی؟ اینجاست، اینجا که دارم سبز میکنم. ورودیش باید چند باشه؟ 6. یعنی اینجا چند بوده؟ 6ه، اینجا 6ه. خب حالا باز نکن، خروجی اف، اف کدوم اینه؟ خروجی اف 6ه، خروجی اف 6ه. عشق علینیا، علینیا بگو چه عددیه که به علاوه جذر خودش بشه 6؟ اصلا گزینه ها رو هم میتونی بذاری، میشه 4. خواهم ترکمنچه نها کن، اینجا خروجی جی مگه نگفته 5ه؟ نها کن خروجی جی، جی اینجا خروجیش مگه نگفته جی؟ خب تابع جی کدومه؟ تابع جی زوج مرتبی است. اینی که دارم سبز میکنم، اینی که دارم سبز میکنم، اینی که دارم سبز میکنم، نکن اینجا خروجی جی 5ه، ورودیش باید چند باشه؟ باید 6 باشه. سوا اوکی؟ اوکی یا نه؟ من منتظر جوابتم. خب نیا کن خروجیه، خروجیه، نیا کن خروجی جی. خانم سبا دقت بکن، الان این تابع جیه، این تابع جیه، تو کدوم یکی وایش 5ه؟ این جی کدوم یکی وایش 5ه؟ خانم سبا من ورودی جی چی باشه که خروجیش بشه 6؟ خب خب دیگه الان نه، پس پس الان خود داره میگه و ورودیش چی باشه؟ 6. پس من اینجا باید 6 بذارم. خانه سوا اوکی؟ خب حالا نه کن، باز خروجی اف 6ه، من خروجی اف 6 میذارم، خروجی اف 6 میذارم، 6 بذارم میشه چند؟ چه عددی به علاوه جذر خودش میشه 6؟ 4. الان فهمیدی خانه سوا؟ بعد اینا چون یکم مال 12ه یعنی نخوندید، یکم سنگین تره دیگه، ولی خب نگران نباشید، اوکی میشه. الان اوکی خواهم تو کمه چه؟ خب بریم بعدی، بعدی رو حل کنید ببینم چه میکنید، بعدی رو حل بکنید. های بگم خب آقا اینو ولش کن، اون چیزایی که این گفته این افه و اون فلان، اینو بیا اینو بچسب، ماشین رو بساز. ماشین چی میگه؟ میگه نها کن ایکس میره داخل جی، خب من ایکس میره داخل جی، بعد جی باز میره داخل اف، بعد خروجی شده چند؟ 0. تا اینجا بچه اوکی یا نه؟ ماشین رو فهمید چیزی ساختم؟ اولین کاری که میکنی ماشین رو بساز، اولین کاری که میکنی ماشین رو بساز. خب بچه ها بریم سراغ نکن اف، اینجا بریم، اینجا بریم، اینجا خروجی اف شده 0. اف کدومی؟ کجای اف؟ اینجا هم اف میگه، اینجا هم اف، اینجاست، اینجاست. بچه ها ورودی اف، ورودی اف چی باشه که خروجیش بشه 0؟ یعنی من به جای x چند بذارم؟ آفرین، میشه 1. پس الان اینجا باید چند بذارم؟ 1. پس ورودیش میشه 1. خب این از اینجا. مرحله بعد میریم سراغ جی. جی کجایی؟ جی کجایی که بیام یقتو بگیرم؟ میام اینجا میگم آقا جی اینجاست، چی کارم داری؟ میگم اینجا، میگم جی جان، میگه جان جان، میگم من خروجی از تو چی میخوام؟
یک میخوام به جا اینجا یک میذارم، یعنی x2 منهای یک بعد بشه یک، منهای یک میره اونور، x2 میشه دو، یه ماده درجه دویه. اینو اگه حل کنی میشه مثبت منفی رادیکال دو. میگه اگر مثبت منفی رادیکال دو بذاری من میشه تمام. اوکی x میره داخل g، g میره داخل f، خروجی g یکه، من یک میذارم، x منفی یک میره اون میشه دو، x رو میشه دو، بس تمام شد. اوکی یا نه؟ بریم بعدی. خب ببینید چیکار میکنی. کوینم اینو الان میتونید حل بکنید. قد میکند نمودار f و g با طولهای آبی قد میکنند. خب اینو حلش بکنید ببینید چه میکنید. بله آیه بامیری، سوال هم داریم که f رو g رو نداده، کلی سوال داریم، یعنی انواع اقسام سوال داریم و همه شما براتون حل میکنم، اصلا نگران نباشید. من حالا همه رو امشب که نمیخوام حل بکنم، توی همین چند هفته‌ای که با هم داریم اینا رو کار بکنید، بعد همه رو با وارون ترکیب میشه، اصلا کلی داستان داره این ترکیب تابه، کلی داستان داره، یه 7-8 جلسه طول میکشه، یه 5-6 جلسه، ولی اصلش همینه که اینجا رو میگم. میگه با توجه به نمودار تابع درجه دوم F و تابع G، نمودار تابع F و G محور X ها رو در طولهای با A و B قطع میکند. A و B چی میشه؟ آقا نگاه کن، من این رو اول بهت بگم چی رو خواسته. F و G میخواد کجاها رو پیدا بکنه؟ میخواد جاهایی رو پیدا بکنه که خروجی F و G صفره، یعنی اینو میخواد، میخواد ببینه F و G، F و G یه سری اعدادی شده صفر، اینو میخواد حل کنه. گفته نمودار تابع محور X ها رو قطع بکنه. بچه ها وقتی میگه محور X ها رو قطع بکنه، تابعی که محور X ها رو قطع میکند، اینجا دقت بکنید، تابعی که محور X ها رو قطع میکند وایش صفر است، وایش صفره. خب من ماشینشو میسازم، من ماشینشو میسازم، اگه ماشین من بسازم X میره، نکن ماشین X میره داخل G، G میره داخل F، خروجیش میخوام صفر باشه، خروجیش میخوام صفر باشه. بچه ها بریم سراغ F، بریم سراغ F. F کجاست؟ این F، خروجیش میخوام چند باشه؟ صفر. F اینجا این نمودارشو به من داده، ضابطهشو نداده. تو فکر میکنی اگر ضابطهشو بده راحت تره، ولی نمودار که راحت تره، من به جای ورودی F چه اعدادی بذارم که خروجیش بشه صفر؟ بگید دیگه چند؟ 3 و 8. اینجا الان داره میگه اگه 3 بدی صفر میشه، میگه اگه 8 هم بدی صفر میشه. تمام، یه بار 3 میدم یه بار 8، این تا اینجا از F. خب تا اینجا اوکی یا نه؟ اصلا نه، فکر میکنی برگاد میریزه وقتی نمودار رو میبینی، ولی وقتی تحلیل بلد باشی اصلا نه، هر دوتاشو باید جواب بدی، چون گفته هم A هم B. وقتی ولی الان اگه صفر نبود که، یعنی چی اگه صفر نبود؟ خودش به حال یه چیز میگه، نگران نباش حامد، یه چیزی میده که تو از توش یه چیزی در بیاری، همینجوری نمیگه که آقا برو اینو حل کن، یک چیزی بالاخره بهت میده دیگه، یک معمایی به حال، یک سرنخی بهت میده، نگران نباش. خب اینجا نگاه کن، حالا میگه آقا میریم سراغ جی جان، میگیم جی جان، اینجا به اسمش جی جانه، کم کم عوضش میگیم چی چان. خب میگیم جی جان ما ازت، ما دو تا خروجی میخوام، یه بار 3 یه بار 8. جی جان کجای اینجاست؟ جی جان اینجاست، اینجا. خب بچه اینو به من بگید، خروجی جی جان میخوام 3 باشه، ورودی چند باشه؟ خروجیش میخوام 3 باشه، ورودی چند باشه؟ یکم باید ور بری، یعنی اگه اولین وارته اب نداره، اگر الان اعداد به ذهنت نمیرسه اب نداره، تست بزنیم کار بکنیم اوکی میشه، نگران نباش. میگه من به جای x چند بذارم که خروجیم 3 بشه؟ چند؟ 1. خب پس من اینجا بعد x رو بذارم 1. خب میخوام 8 بشه، جی جان به من 8 بده. میگم من به جای x چند بذارم که من 8 بدی؟ بگو دیگه، سریع بگو. چند؟ 4. آفرین، پس به جای xش میذارم 4، اینجا میشه 4. حالا سوال از من خواسته جمع اینا چند میشه؟ میشه 5، میشه گزینه 3. یا جی جان. اوکی؟ اوکی یا نه؟
خب بریم بعدی. بعدی یکم سنگینه برای الان، من الان نمیخوام هنوز الان چیز بکنیم، بریم یکم سبکترهاش رو بریم اینو حل بکنید. اونایی که فعلا میخوام یکم راه بیفتید، ها برگردم اقل شات بگیرید. بریم بعدی، من فعلا اونایش رو حل میکنم که هنوز میخوام گیج نشید، یه دفعه بریم سراغ سخت گیج میشه. اینو حل بکنید سریع، میخوام با ادبیاتش آش راه حل عادیش داستان داره های بامیرا رو به نشون میدم، یعنی باید اف او جی رو بسه او کلی دنگ و فنگ داره، حتی در این حد که اصلا توی کتاب تشریحتون حل نمیکنن. حالا انشالله برید ببینید بعد میبینید که داستان چیه. ما اصلا روش این روش با این اینجا دیگه عشق علیمیایه، یعنی اصلا علینیا اینجا حال میکنه دیگه، همه رو با عددگذاری حل میکنه، اینجا همه رو با عددگذاری حل میکنه. حالا یه سری جا هست که نمیشه. جزوه که هر مبحث رو که آیه حامد میخوام درس بدم که بهتون میدم دیگه. حالا مثلا جزوه هر زنبوزو شما تابع چیز آماده است، کلن که کتاب که آماده است، ولی هر زنبوزو شما این طراحیاش مونده، یعنی اون فصلای من هر سال جزوه رو آپدیت میکنم، یعنی نه کلاس آنلاینه، الان آنلاین هم دیگه فیلم از قبل شد. بعد یعنی از نه اینا که سوالا که یعنی خیلی سخت تر از کتاب اینا، ولی روش متفاوت تری از کتابه. من پارسال برای یه بند خدایی عرضم بزرگ شما این خیلی گیر داد به من که خواهش میکنم این امتحان رو به من حل کن و فلان و اینها، من خودم که اصلا این کار نمی کنم، ولی دادم به یکی از حل تمرین ها، بعد با روش های من حل کرده بود، معلمش بهش داده بود نیم، یعنی اصلا معلمه بینا. بعد من نگاه کردم، بعد ما اومدیم یک سوالی رو مثلا در یک خط حل کردیم، بعد اون معلمشون جواب تشریحش رو گیدم دقیقا یک صفحه نوشته بود و اون فکر کرده بود که این تقلب کرده. خب حالا دقت بکن، آقا میگه آره، میگه تابع با ضابطه فلان مفروض است، این که هیچ، اگر نمودار F محور X را در نقطه با طولای 6 و منهای 1 4 قطع بکنه. بچه ها هر جایی که تابع محور X را قطع میکنه، یعنی اگه من 6 بدم میشه 0 و اگه منهای 1 4 هم بدم میشه 0. این وقتی این یعنی این دیگه، این چیزی که این گفته، این تابع عرضم واسه شما Fه. آنگاه نمودار تابع اف او جی محور ایکس ها رو با کدام طول قطع میکند؟ این همچین ادبیات یعنی چی؟ یعنی من میخوام خروجیم بشه صفر، میخوام اینو حل کنم. اف او جی ایکس میشه چند؟ عرضم به حضور شما صفر. حالا نگاه کن، من ماشین اینو میسازم، اصلا من به هیچ چیزی کار ندارم در ترکیب تابع. هر سوالی که از شما پرسیدن، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که ماشینش رو بسازی. ماشین رو میسازیم. حالا اینجا نگاه کن، ماشین x میره داخل g و g میره داخل f، خروجی شده صفر. حالا میریم از اونجایی که معلوم است شروع میکنیم، از آنجایی که معلوم است. خب میریم اینجا سراغ اف جان. اف جان ما کجاست؟ اینجاست. اف جان ما اطلاعاتش اینجاست. بچه ها خروجی اف شده صفر، ورودیش باید چند باشه؟ اینجا خودم گفتم یا باید 6 باشه یا باید منهای 1 4، یا باید 6 باشه یا باید منهای 1 4. حالا میریم سراغ جی جان، خروجی جی جان رو داریم. جی جان اینجاست. تابع جی کجاست؟ اینجا. میگم تابع جی تو یک بار به من 6 داده ای، بگو ورودیت چه بوده است، چه عددی از جذرش ازش کم میشه؟ 9. آفرین. چند تا عدد همین دور بره دیگه، یعنی اصلا تو گزینه هم هست، 4 از 1 نهم از 9 از کدومه؟ 9. جذر 9 هم میشه 3، 9 منهای 3 میشه 6، پس باید برای اینکه 6 ایجاد بشه میشه 9. پس گزینه 1 نهم داره غلطه. بعد این سوال فکر کنم گزینه هم که 4 داره غلطه، باید 9 داشته باشه، باید 9 داشته باشه. حالا آقا حالا یا 1 4 یا 4. بچه ها اگه من به جای x بذارم 4، خروجیش میشه منهای 1 4؟ نه، گزینه 4 هم نیست، گزینه 2.
یعنی اگه به جای x بذارم 4 خروجیش میشه چند؟ 2 دیگه یک چهارم نمیشه. اوکی تا اینجا؟ نه منهای یک چهارم نمیشه. نیا کن خواهن سروری هر مدل سوالی که اصلا قرار باشه بیاد من همه اونا رو میگم، اصلا نگران نباش، بردش رو میگم. الان فعلا اینا رو یاد بگیر چون اینا مهمن. اینا رو یاد نگیری هیچ چیزی یاد نمیگیری. خب نه منهای یک چهارم باید بشه خانمه چیز. بریم بعدی اسکرین بگیریم، بریم بعدی تا ساعت ده و نیمه. خب بریم بعدی. خب خب اینجا حالا اینجا نکن یکم بعد قلقتر بزنیم، بریم اول با وارون بگم بعد برمیگردیم اینجا. بریم سراغ وارون، اینا هم برمیگردم میگم. خب حالا میخوایم با وارون ترکیب کنیم، بعد ضبط میشه، ولی خب در اختیار همه قرار نمیده. آقای سالی قرار فقط به خودم بده، بعد من خودم باز به بچه ها میدم دیگه. تو سایت ولی برگزار نمیشه، اینا جزء کلاسایی که تو سایت برگزار نمیشه، ولی من بهتون سعی میکنم بدم. خب آقا دقت کنید، حالا یک مدل ترکیب توابعی هست مزخرف، یک مدل ترکیب توابعی ما هست مزخرف. اینو نگاه کن، فقط نگاه کن ببین چجوری حلش میکنن. اصلا وارون رو فعلا ولش کن، بیا ماشینش رو بساز. اصلا ممکنه وارون هم بلد نباشی، اونم مهم نیست، اون هم نگران نباش. خب اینجا نگاه کن، ماشین رو بساز. آ میره تو جی منهای یک، یعنی آ میره داخل جی منهای یک، بعد جی منهای یک میره داخل اف، خروجی میشه 7. اینو قبول داریم بچه یا نه؟ این قبوله؟ خیلی خوب. حالا نگاه کن، حالا نگاه کن بچه ها، 7 F کجاست؟ F اینجاست. خروجی F چند شده؟ خروجی F 7 شده. من به جای X چی بذارم که خروجیش بشه 7؟ 3 سه سه تا نوتا دیگه. اون میگم اون چیه خانم، اون منفی یک میگم چیه، این سه تا اینجا اوکی یا نه؟ سه سه تا آقا میخوام اصلا بدونی که بدونی حل کنی این داستان اینجاش قشنگه. حالا اینجا نگاه کن، اون چیزی که شما داری میگی اون چیه؟ منهای یک جی یعنی چی خانم محمدی؟ اون یعنی چی؟ اون یعنی وارون. وارون حالا اینجا نگاه کن، وارون یعنی چی؟ آقا من یک داستانی میخوام بهتون بگم. آقا اینو نگاه، اینو ببین، اینو دقت کن ببین چی میگم. من اینجا یک جی منهای یک دارم، من بهم میگم وارون. حفظ نیستم، این میشه وارون. اینجا نگاه کن، فقط ببین طاهری چه میخواهد بکند در این جلسه. اینجا نگاه کن آقا، این تابعه دیگه، این جی منهای یک یه تابع است، این تابع برعکس عمل میکنه. نگاه کن، اگر عدد از این ور بکنی داخل جی منهای یک، اگه عدد از این ور بکنی داخل جی منهای یک، از این ور بره تو، اصلا تو به جی منهای یک کاری نداشته باش. اون عددی که از این، ما الان اینجا دو تا ورودی داره دیگه، درسته؟ از دو جا ما میتونیم داخل این عدد بکنیم، یکی از سمت راست عدد بکنیم داخلش، یه بارم از سمت چپ داخل این عدد بکنیم. اگه از سمت راست، حالا ما یه تابع جی هم دارم، نگاه کن یه تابع جی هم دارم، اگه از راست بکنیم داخل، میره این عددی که اینجا هست میره داخل خود تابع ایکس، یعنی میره داخل ایکس میشینه اگه از سمت راست. حالا بذار یکم گیجت نکنم بیام اینجا. آقا الان از سمت راست اینجا نگاه کن، سه میره داخل از این ور، نگاه کن عدد از این ور میخواد بره، از اینجا میخواد بره داخل، به جی منهای یک کاری نداشته باش، برو داخل خود جی، داخل خود جی سه بده، هر چی داد اینجا بذار، به جای آ بذار. الان اگه برم داخل خود جی، جی اینجاست، به جای ایکسش، به جای ورودی سه بذارم،
سه بدم چند میده منهای دو؟ پس میشه آ میشه منهای دو، میشه گزینه دو. اوکی، پس از سمت راست میخوای جا کنی داخل یه تابع وارون، برو داخل خود جی، یعنی بالا رو میخوای اسکرین شات بگیری؟ اونو توضیح میدم، بذار الان اینو فعلا اسکرین شات بگیر. الان با مثال تأثیر منهای اون، منهای وارون، وارون حامد یعنی از سمت راست بره داخل. خب آره، اصلا از جای از چهار جا کردین توش قاضی. خب آقای سجاد این دفعه آخرت باشه اینجوری صحبت میکنی، این اولین و آخرین بارت باشه. خب بریم قسمت بعد، پرمشون رو پاک بکنید، بریم قسمت بعد، بریم یه سوال دیگه حل بکنیم. نه این مال انسانی ها نیست، یه سوال دیگه حل بکنیم از این قسمت. اینو حل بکنید، همه بچه ها حل بکنید، تا خودت حل نکنی دستت را نمیفته. حل بکن، حل بکن، بعد متوجه منظورم میشی. منتظرم ها. میگم اونم میگم، خواهم محمدی مدل بعدی اونه. خب بچه ها مقدار اینو میخواد، نگاه کن ماشین رو بساز، آ میره داخل جی، جی هم میره داخل اف منهای یک، خروجی شده 6. خب اینجا نگاه کن، از این نگاه کن، از سمت راست داره میره داخل اف منهای یک، این از سمت راست داره میره. اصلا تو به اف منهای کار نداشته باش، برو داخل، برو دا اف کجاست؟ اینجاست، به جای ایکسش بذار 6، 2 6 تا 12 تا منهای 5 میشه 7، اینجا میشه 7. اصلا وارون مارون نمیخواد حساب کن، خودتو اذیت وارون نکن. این تا اینجا، حالا خروجی جی شده 7. بچه ها کجا این جیه؟ جی کجا شده 7؟ جی کجا شده 7؟ اینجا باید ورودیش چند باشه؟ 4. تمام، فقط برو حل اینو ببین، ببین واقعا چیه. یعنی الان تو نمیفهمی من دارم به چی میگم ها، یعنی اصلا الان هیچ، الان نفهمی. اون بچه‌ها این الان میفهمن که مثلا اینو سال 12 هم بودن، الان اومدن اینجا و پارسا اینا رو وقتی میخواستن حل بکنن یک صفحه مینوشتن و یک چیزایی از این تو کنکور، از ترکیب توابع در کنکور حتما یک سوال داریم هر سال، از ترکیب توابع هر سال در کنکور سوال داریم. این روش رو اگر تو امتحان نهایی بنویسی به صفر هم نمیدن. بریم بعدی، حلش بکنیم ببینن چیکار میکنی. مثال بعدی، نه اینجوری تشریفتون رو نمیدن. نه در کلاس چیز الان این هفته معادلات که تمام شد، هفته قبل معادلات تمام شد، الان میریم تو نامعادله. یه دو سه هفته هم که عرضم بزرگ شما تو نامعادله، بعد میریم تو تابه. نگران نباشید، من جبرانی میذارم میرسونم اونو، شما نگران نباش. ما پارسال در هفته، الان که کلاس حل تمرینتون هم اوکی شده دیگه، اون بچه‌ای که کلاس سالیانه هستن کلاس حل تمرینتون هم اوکی شده، من همین سه شنبه ها رو کم کم میکنم، کلاس سالونی هم میکنم. یعنی اینجا هم میام درس میدیم، 3-4 ساعت اینجا میام درس میدیم، 3-4 ساعت هم اونجا درس میدیم. من تا قبل عید تمام میکنم، نگران نباش. خب بریم قسمت بعد. اینجا نگاه کن، باز هر دوتا وارونه. این دیگه اینو نگاه کن، این دیگه برو فقط یه کتاب بردار، خیلی سبز میخوای برداری، مهرما میخوای برداری، هر چی دوست داری بردار، هر چی که برداری ببین چجوری حلش میکنن. اینجا نگاه کن، آ دوم میره داخل، آ دوم میره داخل اف منهای یک، اف منهای یک میره داخل جی منهای یک، خروجی، این خروجی نداده، این اشتباه داره سوال، خروجی رو نداده. بذار من ببینم بیارم جزوه رو،
خروج جواب چیزو بیارم. اینو اشتباه تایپیش ببینم چند بوده. حل تنه همون چهارشنبه هاست فعلا. نه اینکه باز چیز بکنیم. آره ساله که حل تمرین ساعت چند؟ دوازده تا یک کنیم درسته؟ چهارشنبه ها دوازده تا یک کنیم. حالا بچه هایی که اون تایم نمیتونن بیان نگران نباشن، من یه فکرهای براشون دارم، چون الان تایم موثر کلن استودیو پره. چیز میکنم رفشکاشون رو به صورت در واقع آفلاین میذارم، یعنی یک تایمی رو در نظر میگیرم که بچه ها سوالاشون رو برسن، اون رو اوکی میکنم. یکم بذارید بریم جلو. خب من اینو پیدا بکنم. خب این بوده منفی یک، این بوده منفی یک، اینجا این بوده منفی یک، این خروجی شه منفی. همه حل بکنن سریع، من سوال میخوام ها، یعنی جواب میگم، سوال میخوام، جواب میخوام، همه جواب بدن. خب دمتون گرم، آفرین، یعنی واقعا دمتون گرم. خب منهای یک از این ور اصلا جی منهای یک رو ولش کن، منهای یک میره تو جی. خب جی کجاست اینجا؟ منهای یک بره توش چند در میاد؟ چه در میاد اینجا؟ بزن اینجا چهار. باز از این ور چهار میره داخل اف منهای یک کو. خب من از این ور که بخواد بره داخل، میره داخل خود اف. اینجا به جای ایکس میزنم دو چهار تا هشت و یک میشه نه تقسیم بر عرضم حضور شما سه، اینجا میشه سه. بچه ها آ چی باشه که اینجا سه قرار بگیرم؟ آ باید شیش باشه، میشه گزینه یک. تمام شد. کاش یعنی من واقعا کاش حل جواب خیلی سبز یا مهرما یا اینا رو میآوردم، بعد میدیدید که داستان چه داستان عجیبیه. یعنی اصلا کجاشو نفهمیدی؟ چهار از این ور میره داخل افمن های یک دیگه. برو داخل، از این ور میخوای بکنی داخل نکن، از سمت راست عدد داخل اف منهای یک که میشه، برو تو داخل اف به جای ایکس بذار عرضم به حضور شما چهار، دو چهار تا هشت تا بله میشه چند نو. خب اگر نه دیگه باید خروج ما منهایی اصلا با اون کار نداشته باش. آیا هارمونی اینجا ایکسش ورودیش میشه منهای یک، پس خروجیش باید بشه چهار دیگه. اگه نداشت اون هیچی، چرا منهای دو و منهای یک نگرفتیم؟ نه نه کن خواهم ترکمن چه اینجا نه کن ببین اینجا ای دقت بکنی. ببین من بهتون گفتم وقتی از عدد از این ور وارد داخل وارون میشه، میره داخل، آره میره داخل تو تابع جی به جای ایکسش میشینه، نه برعکسه دیگه، برعکسه. خب اینجا الان یعنی من اگه ایکس و منهای یعنی ورودی انگار منهای یکه، من اگه منهای یک بدم خروجی میشه چند؟ چهار. پس اینجا چهار میذارم. حالا باز چهار میره اینجا به جای ایکس میشینه، دو چهار تا هشت تا برای میشه. الان فهمید شد؟ خب تا اینجا اوکی؟ خب بچه ها نگاه کنید، اگر قرار باشه اینا رو امتحان نهایی یه امتحان معلومیه که سوال ها از چی هستش و شما باید تشریح جواب بدین و انشاءالله من قبل از امتحان نهایی من برای شما کلاس ویژه آمادگی امتحان نهایی میذارم. پارسال هم گذاشتیم، یعنی من هر چیزی رو که الان قول میدهم شما سال قبل میتونید برید نگاه بکنید که همچین چیزی عرضم به حضور شما هست یا نیست. این پس او این تا اینجا. آره الان میگم، حالا برعکس میخوام بگم. بعد پس نگران اصلا چیز نباشید، نگران امتحان نهایی و فلان نباشید. الان ما هدف کنکوره. بعد تو من بهت گفتم اگه واقعا میخوای امتحان نهایی من برای تو حل بکنه، اصلا امتحان نهایی چیزی نداره. من کلا دو سه جلسه آخر میذارم و حل میشه. یعنی من پارسال اس ام اس دارم دانش آموزی که میگه آقا من گاو گاو بودم، یعنی من اصلا خدا همینجوری من آفریده بود گاو، بعد کلا در طول سال هیچی نخونده بودم، بعد تا شب قبل از امتحانم هیچی نخونده بودم. ما اینجا یه کارگاه 3 ساعتی گذاشتیم، با همون کارگاه 3 ساعتی رفت
دوازده سیزده شد. تازه اینکه گاو هیچی نخونده و هیچی نفهمیده بود، یعنی دوازده سیزده برشون خیلی بود. اون اصلا میگفت من میفتم، یعنی من به اون آدم اگه من به من میمد میگفتش که من دوازده سیزده شدم، میگفتم واقعا تو اصلا اگه من به جای اون چی بودن اون مصحح بودن، میگفتم تو اصلا تعطیلی، به تو که تعطیلی، یعنی یک روز هم تعطیل نبود، یعنی تعطیل رسمی بود، حتی جمعه هم نبود، یعنی 13 روز عید تعطیل بود. این آم چه آدمی بود؟ اصلا یک چیز عجیب غریبی بود. چی گفتم؟ یعنی پشت سر هم یک ضرب نانسار به قول بچه‌ها تابستون بود کل سه ماه رو. آره خیلی خوب. بریم بعدی. داستان بعدی. حالا نگاه کن تو قبلی راحت بود. حالا بعدی رو نگاه کن. حالا اینجا میگه آقا 8 میره داخل اف منهای 1، یعنی از این بر میره داخل اف منهای 1. 8 میره داخل اف منهای 1، اف منهای 1 باز میره داخل جی منهای 1، نگو میره داخل جی منهای 1. این خروجی رو از ما میخواد، این خروجی رو از ما میخواد. بعد این چیزی نداره، این جواب رو میخواد، این ورودی رو داده، برعکس سال قبلی. اگه دقت بکنید سال قبلی رو نگاه کن، آیه چیز سال قبلی رو نگاه کن، اینجا خروجی رو داده بود توی اینا، خروجی رو داده بود ورودی رو میخواست، میبینی؟ خروجی رو داده بود ورودی رو میخواست. بچه اینو بفهمید، اگه نفهمید نفهمید، از این ور میخواد اینو به دست بیاره. ولی اگه اینجا رو دقت کنی، این ور رو داده اون ور رو میخواد، این ور رو داده اون ور رو میخواد. اوکی؟ این ور رو داده این ور. حالا عدد از این ور میخواد بره تو اف منهای 1، دقت کن، از این ور میخواد بره تو اف منهای 1. عدد از اون ور بود که راحت بود، از این ور کجا بره؟ آقا از این ور که عدد میره تو اف منهای 1، تو به اف منهای کار نداشته باش، این 8 رو ببر داخل خروجی اف بذار، یعنی اینجا بذار 8. از اون ور تو ایکس برعکس کلن تختی گیر کرده؟ خب الان اوکی شد؟ نگاه کن یه لحظه گوش کن، الان من میخوام قاطی نکنی. اینجا نگاه کن یه لحظه، بیا بالا اینجا، بیا اینجا نگاه کن یه لحظه، بیا اینجا، اینجا دقت کن. ما یه اف داریم، بذار اینجوری بگم، یه اف داریم اینجوری، یه اف منهای 1 داریم. میخوام دیگه برات بذار با جی بگم که خوشگلتر و ناناستر بشه. خب اف ما اینه، اف ایکس مساوی با دو ایکس به علاوه 1. میخوام الان برات اوکی کنم، جی ایکس هم میشه 3 ایکس به علاوه 4. تا اینجا اصلا میخوام قشنگ برات ترتمیز و مرتب یک چیزی که بکنم، از کجا جا کنیم، از کجا چی میگیریم. اینجا نکن آقا، 3 بره تو اف، 3 بره تو اف چند در میاد؟ 3 بره تو اف کجا باید بذاری؟ الان اگه 3 بره اینجا میشه به جای ایکس میشینه دیگه، درسته؟ 2 3 تا 6 تا برای میشه 7. من اینو با رنگ قرمز می‌نویسم، یعنی اینجا می‌نویسم 7. حالا باز یه زمانی از این ور می‌خوایم توی اف بکنیم از سمت راست، اینجا مثلا من چند می‌ذارم؟ 9. این 9 اینجا باز اینجا هم می‌بینیم تو خروجی 9 می‌ذارم، یعنی اینجا 9 می‌ذارم. 1 میاد اونور، پس ایکس باید چند باشه؟ ایکس باید باشه 4. الان بچه‌ها فهمیدین چی شد؟ تو اف که مشخصه کجا توی، یعنی زمانی که از این ور اومد، ببین زمانی که از این ور اومد توی ایکس میذاریم اینجا، اینو توی ایکس میذاریم، تو ایکس بذار، اینو بذار تو این طرف، بذار تو وای بذار. الان اوکیه؟ تو ایکس بذار، تو وای بذار. این هم مشخصه دیگه، این که اصلا دیگه از این واضح‌تر و مبرهن میگن، مبرهن چی میگن استاد صالحی؟ مبرهن، واضح و مبرهن. یکی اصلا تعطیله، باز آقای صالحی کلا یک سال تعطیله، قرنطینه است، یعنی خود قرنطینه از این ساختن، اینو دیدن به جواب من مبرهن چی میگن؟ آها میگن. خب حالا اینجا دقت کن، حالا نکن وارون که میشه برعکس میشه، اون عددیه که اینجایه، این میره این میره این ور، این میره نه برعکسمونه، این میره تو ایکس، این رو تو ایکس بذار، این برعکسشو، این رو تو وای بذار، برعکس بالاست، وارونه دیگه. این از این جنبندیه،
اون در حالت عادی اون عدد تو x میره اون میره تو y، یعنی ورودی میره تو x خروجی میره تو y، تو وارون برعکسه، سمت چپ میره تو y سمت راست میره تو x. الان فهمیدید شو بچه همه جواب بدن؟ خب این که دیگه خیلی ساده و تازه الان گرفتی ها، اوکی اب نداره، هر موقع گرفتی خب آره صفر بگه که در نره. حالا اینجا نگاه کن آقا، الان از اینجا اینجا بچه ها اینجا الان این 8 بعد کجا بره؟ چون 8 از سمت راست رفته برعکسه، 8 میره تو وای. تا اینجا قبوله؟ خب حالا ایکس بعد چند باشه بچه ها؟ اینجا بعد این یک معادله درجه یک میشه دیگه، منهای 4 میادیم و میشه 12 ضرب در 5 میشه 60 تقسیم بر 2 میشه 30 تمام و این تمام. خب حالا با سی میخواد بره از این ور تو جی منهای یک، سی میخواد بره توی جی منهای یک کجا میره؟ تو وای جی میره، تو وای جی میره، اینجا میشه. حالا چه عددیه که به توان سه برسه به علاوه خودش بشه بشه سی؟ تو گزینه ها رو میتونی چک کنی میشه گزینه سه، یعنی سه به توان سه 27 به علاوه سه میشه سی. کنکور 98 نشه ریاضی. اوکی؟ آره معمولا همون یک تا نوعه. آره بریم بعدی. نیا پس اینو یاد بگیر، عدد رو از کجا میدی از کجا میگیری، از کجا میگیری از کجا میدی. اگر F داشتی از این ور میره تو X، از اون ور میره تو وای. اگه وارونش رو داشتی از این ور میره تو وای، از اون ور میره تو ایکس. تمام. خب ببین بعدی. بعدی رو همین میخوام خودتون حل بکنید. سریع. سریع ببینم چی کار میکنید. آیز استری الان این حل کن. کجاش رو نفهمیدی سجاد؟ وایس داری ازت بپرسم یا نه؟ میکروفون داری؟ اگه میکروفون داری دستتو بالا کن. یه نگاه به ما کن. ها الان میکروفون داری یا نداری؟ اونجایی که گفتم ها اسی اون موقعی که گفتم اگه از اگه وارون باشه یا خودش باشه از این ور میدی از اون ور میدی، اون رو ها داری ببین از کجاش نفهمیدی استری؟ خود سوال کلا نه؟ پس خیلی وقت قطعی اب نداره. اینجا نکن، اینجا نیا کن. آقا اول ماشینش رو بساز. نیا کن یک میره توی جی منهای یک، جی منهای یک میره داخل اف منهای یک، این خروجیش رو میخواد. استری تا اینجا اوکی یا نه؟ چشم میاره. خب استری من الان اینجا گفته آقا ما نیا یه تابه وقتی اینجوری داریم، مثلا جی دارم، یک عددی از اینجا بیاد یه عدد اینجا باشه، این 4 رو به جای چی میذاری استری؟ به جای ایکس میذاری یا وای؟ به من بگو. به جای ایکس. آفرین. حالا اگه از این ور یه عددی بدم مثلا اینجا بذارم 5، این 5 رو به جای ایکس میذاری یا وای میذاری؟ بقیه بچه همینجور گزینه رو بگن به جای وای. اوکی تا اینجا؟ استری تا اینجا اوکی. خب حالا اگه وارون باشه همینو من بذارم جی منهای یک، جی منهای یک. استری جان عزیز دلم برعکسه، وارونه دیگه برعکسه. اینجا الان این 5 رو برعکس اونه، این 5 رو باید به جای ایکس بذارم. آفر تام شد. حالا اگر این از این ور بذارم چی میشه؟ این 6 رو به جای ایکس بذارم یا وای؟ تام شد. اوکی استری من اینجا نگاه کن، یک از این ور الان یک از این ور رفته تو جی من های، بعد بذارم داخل وای یا به جای ایکس؟ بگو دیگه. وای. پس میرم اونجا که جیه، اینجا که جیه به جایش میذارم یک. بچه ها چی به توان سه میشه؟ یک. خب یک اینجا میشه یک. حالا یک رفته تو اف من های یک، چون از سمت چپ رفته بعد بره اینجا به جای وای. خب اینجا نگاه کن، یک هشتم ایکس منهای سه شده یک، منهای سه میره اون و میشه چار، چار هشته سی و دوتا. تمام.
خدا شاهد اگه این رو بری و ببینی الان برید، یعنی الان بچه‌ای که کتاب چیز دارن برای تست خوبه. آیا حامد اگر اگر کلاس میری بله خوبه، ولی اگر نمیری کلاس به دردت نمیخوره. خب بریم بعدی، بریم چی داریم اینو حلش بکنی سریع. چرا جمعه مدده الان میاره بزن حل بکن از آخر بهم یاده بزن بیاییم بدبخت داره از اون سوال میپرسه. این نه این بود، داره این بگی سری 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 سری دوتا دوتا بریم بریم بریم. تفاوتش با بعدیش چی بود؟ اون از سمت چپ از سمت راست عدد رو میدادیم آقای مدایی، این از سمت چپ عدد رو میدیم، فرق نمی کنه. خب اینو حل بکنید سریع 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 سریع. سری 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 من سرم بالا کردم بعد جواب داده باشین. اوه خاک تو سرتون، یعنی با این همه گفتن و گفتن و گفتن اینجوری حل میکنید؟ ای خدا ای خدا ای خدا. خب بمدی حالا اینجا نها کن، ماشین سه میره تو اف منهای یک، اف منهای یک میره داخل جی منهای یک، خروجی میشه آ، میگه مقدار آ چی میشه. خب بچه ها به من بگید الان این سه از این ور میره تو اف من، میره تو اف یا میره تو وای؟ میره تو ایکس یا میره تو وای؟ میره تو وای. اینجا میذارم سه، سه ستا نه تا یک ماده خطیه دیگه، سه ستا اینجا چند دو چه هشت میشه چهار، هم دو چهار تا هشت باید میشه این تا. خب باز چهار از این ور میخواد بره تو جی من های یک، چهار از این ور میخواد بره، باز چهار میره تو ایکس یا میره وای؟ میره وای. یعنی خروجیه خروجیه کدوم یکی از اینا میشه چهار؟ این پس این میشه من های یک. واو بدید همین الان این رو اسکرین‌شات بگیر بده به یک دانش آموز دوازدهم ببین چی رو باید حل میکنه. این شبه بریم بعدی، یعنی اصلا جز سوالایی که خیلی حل نمیکنن. آره بریم بریم اینو حل کن، یعنی روشش رو ببینا نه اینکه جوابش رو ببین اینجوری حل میکنن. بعدی رو حل کن سریع. خب هفت اینجا نکن من سریع حلش بکنم. اینجا منهای دو نکن، منهای دو میره داخل جی منهای یک، جی منهای یک میره داخل اف و خروجی میشه آ. خب اینجا نکن منهای دو، آقا منهای دو از این ور داره میره توی جی منهای یک پس بعد بره تو وای. کجا منهای اینا؟ اینجا منهای دو، این جی دیگه، خروجی شده منهای دو پس بعد ورودی شم باشه سه، پس اینجا میذارم سه. خب اینجا الان سه از سمت چپ داره میره داخل خود اف پس بعد بره اینجا به جای ایکس بشینه، سه سه تا نه تا برای میشه میشه هفت. چی بگم دیگه؟ چی؟ دیگه توی که اصلا نمیدونم دهم یازدهم اصلا تکلیفات دیدی ندیدی اینا داری حل میکنی. اینا جزء واقعا امین الان ازت یه خواهش میکنم، یعنی بعد از کلاس برو و چیز رو ببین، عرضم بزرگ شما کتاب خیلی سبز رو ببین، یعنی یا اصلا کتاب خیلی سبز مهر و ماه هر چیزی، یک سوال مثل این رو وردار و ببین چجوری حل کرده و تو چجوری حلش میکنی. آقا اون ضابطه هاشو نمیدونم دامنه هاشو فلان اینا رو ولش کن، هنوز اونا رو نگفتم، باز الان نری بگی آقای تارینا که جواب نمیده، هنوز ترکیب توابع کلی داستان داریم، من بعد بهش اون 70 80 تا تست از ترکیب توابع بزنم، ولی اصل کار و اون مهارت کار اینه. مثل اینکه تو میخوای مثلا بری عرضم به حضور شما مکانیک بشی، بعد خب بلد نباشی با آچار فرانسه کار بکنی، این دقیقاً همینجاست. آقا اینو این نمیذارن دیگه، اینو نمیذارن. خیلی خب ببینیم اینجا چیه، اینو بذاریم بعد میگم.
ازم بوزشون الان نمیخوام اذیتتون بکنم. یک چیزی از من به شما بگم، نهایی رو ولش کن، مدرسه رو ولش کن، چیزی که الان مهمه کنکور است امسال. اینو جذب آقا بچه‌ای، اونایی که میگن کتاب خیلی، اونایی که میگن کلاس سالم بریم کتاب خیلی سبز باید بریم، بله اصلا من خودم از کتاب خیلی سبز تمرین میدم و حل تمرینم خود کتاب خیلی سبز رو برای شما تحلیل میکنه. این اولین موضوع. دومی موضوع اینه که اگر کسی کلاس ما نیست و کتاب میخواهد بخرد، کتاب ریاضی مهر و ماه خب ما خوبه، من نمیگم بده، ولی چون من میخوام یک دست باشه به همین گفتم خیلی سبز. ولی بچه‌ای که خیلی سبز رو کار کردن، نه سطحش هم قوی نیست، مهر و ماه هم فکر نکن سطحش قویه. کسایی که من الان بعد از ترکیب تابه، یعنی زمانی که من گفتم بچه‌ها که ترکیب تابه تموم شد، تو برو تمام تستای خیلی سبز و تمام تستای هر کتابی رو که داری بزن، اگر یک دونشو نتونستی بیاری بزنی، من هر چی خواستی بهت میدم. کتاب برای بچه‌ای که کلاس نمیرن، من برای بچه‌ای که کلاس نمیخوان برن و نمیان یا هر چیزی، کتاب ریاضی با طعم گلابی بخرن. نه واقعا هستن، کتاب خیلی خوبی هم هست، کتاب ریاضی با طعم گلابی کتاب خوبیه. آره یک نظم خاصی داره، دقیقاً عین منه، نظم چیزاش اینا. آبی که هیچی، ولی میکرو اگر نویسندش یوسف داستان باشه خوبه، یوسف داستان خوبه. ولی خیلی سبز برای کسایی که کلاس نمیرن به درد نمیخوره، برای اونایی که چیزه. آره آره واقعا هست، کتاب ریاضی با طعم گلابی هست، الان براتون میخوام سرچ بکنم، هست واقعا، کتاب خوبی هم هست. شما چیز میکنید خیلی. فرق مهر و ماه خیلی سبز چی؟ اون مهر و ماه خیلی سبزه. کلاس جامعه بچه‌ای که کلاس ما میان خیلی سبز رو بگیرن. خب نه اصلا بحث سطح بالا و پایین نیست بچه، اصلا سطح مهم نیست، مهمیه که کتاب خیلی سبز واقعا خیلی سبز نیست، اتفاقا خیلی هم قهوه‌ایه. این رو از نظر چینش میگم، یعنی تو داری نامعادله میخونی، یک دفعه توش تابه درجه دو داره. این نمیدونم چرا گذاشتن خیلی سبز. نه اگه یک نقدی من به اونا بگم، من میگم آقا کتابتون رو بذارین کلاس خیلی، کتاب خیلی قهوه‌ای نه خیلی سبز. خب اونم که یک بچه ها گفته، آره روش خیلی خوب. اونایی که بچه‌ای که کلاس سالیانی ما هستن، کلاس چیزو کتاب خیلی سبز جامعه، مهر و ماه هم خوبه، ولی بچه‌ای که کتاب نه، کلاً که اینا مزخرفن، کلاً مزخرفن. حالا بعد بریم مثلا من اون بحث، حالا شما اینو بخوای بری خودت از تو کتاب خیلی سبز بخونی، اصلا نمیفهمی اصلا چی داره میگه. برو یک دقیقه برو دیگه الان وردار کتاب، وردار برو چیز بکن، بعد ببین میفهمی یا نه. آقا خسته نباشید. آره من قبلا فصل حقوق دنباله شما رو دیدم، راحت مهرمان رو میگم. آره همه چیزا میشه، همه من به شما قول میدم بذارین ترکیب تابه تمام بشه، اگر تستی بود که نتونید حل بکنید، میگم من خودم اسم عوض میکنم از مقداد به مهرداد. خسته نباشید، قربون شما، چاکر شما، همه شما عزیزان، من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله هفته بعد ادامه عرضم بزرگ شما بحث ترکیب توابه. خدا حافظ شما.